بعد از یاد گرفتن HTML که ساختار اصلی وبسایت ما رو تشکیل میده، نوبت میرسه به CSS که با استفاده از اون بتونیم یه وبسایت حرفه‌ای رو با قالب و طرح و رنگ دلخواهمون ایجاد بکنیم. تو این مجموعه آموزش‌ها ما CSS رو از پایه شروع می‌کنیم. من تمام سعیم رو می‌کنم که علاوه بر اینکه به ساده‌ترین شکل ممکن و کاملاً دسته‌بندی شده CSS رو براتون توضیح میدم، مثل دوره HTML از مثال و پروژه‌های عملی و کاربردی هم در کنارش استفاده بکنم. من هوریا هستم و این اولین ویدیو از دوره آموزشی CSS. هدف من از این دوره آموزشی اینه که شما رو قدم به قدم در مسیر طراحی سایت پیش ببرم تا هرچه سریع‌تر بتونید وارد بازار کار این حوزه بشید. قبل از شروع دوره، اگه تازه وارد کانال ما شدید یا هنوز کانال ویژن آکادمی رو سابسکرایب نکردید، لطفاً توی کانال ما عضو بشید تا در جریان جدیدترین ویدیوهای ما قرار بگیرید. از اینجا شروع کنیم که اصلا CSS چیه و چرا داریم CSS یاد میگیریم. من قبلا توی بخش اول HTML در مورد مبحث فرانت اند یا برنامه نویسی سمت کاربر توضیح دادم. در مورد اینکه ما برای ساختن این صفحه وب باید اول HTML رو یاد بگیریم که زیر ساخت وبسایتمون رو درست میکنه، ولی دیدیم که HTML به تنهایی کافی نیست و عملا هیچ زیبایی رو نمیتونیم توی سایتمون داشته باشیم فقط با استفاده از HTML. اینجاست که حرف CSS میشه و CSS وارد مسیر طراحی سایت ما میشه. ما با استفاده از CSS میتونیم به سایتمون ساختار و رنگ و نظم بدیم. اگه ویدیو اول HTML رو ندیدین، ازتون میخوام که حتما اون ویدیو رو ببینید. توی اون ویدیو من مسیر کامل طراحی سایت رو توضیح دادم، اینکه HTML چی رو توی سایت ما مشخص میکنه، CSS چی رو مشخص میکنه و در نهایت جاوا اسکریپت. و بعد از دیدن اون ویدیو برگردین و CSS رو ادامه بدین. من لینکش رو اینجا براتون میذارم بالای صفحه و توی بخش توضیحات هم لینکش رو میذارم که حتما قبل از اینکه دوره CSS رو شروع بکنید اون ویدیو رو ببینید. یه موضوع دیگه هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که ما CSS رو نمیتونیم بدون اینکه HTML رو بلد باشیم یاد بگیریم و پیاده سازی بکنیم. پیش نیاز دوره CSS مون فقط HTML هست که باید باهاش آشنایی کلی داشته باشین، انواع مختلف تگ‌ها و کاربرد اون رو بشناسید و بعد بریم سراغ CSS. ما توی این دوره، توی دوره CSS اصلا روی تگ‌های HTML تمرکزی نمیخوایم بکنیم و فقط اونا رو می نویسیم که بتونیم CSS رو روشون پیاده سازی بکنیم. پس اگر که در مورد HTML چیزی نمیدونید یا کلیاتش رو فراموش کردین، حتما ویدیوهای HTML ویژن آکادمی رو ببینید. لینکش رو من هم اینجا میذارم هم توی بخش توضیحات. خب اگه بخوایم از اسم CSS شروع بکنیم، CSS مخفف Cascading Style Sheet هست، یا به فارسی استایل آبشاری یا مثلا سبک نگارش آبشاری. این آبشاری بودن CSS رو من الان خیلی وارد بحثش نمیشم، ولی کم کم که بریم جلو توی آموزش ها بهش اشاره میکنم و بهتون میگم که دلیل این نامگذاری چیه. CSS در واقع زبان برنامه نویسی نیست، یه زبان استایل دهی به عناصر وب. استایل هم شامل چیزایی میشه مثل فونت، رنگ، اندازه، بک‌گراند، حتی توی حالت پیشرفته مباحثی مثل انیمیشن توی وبسایتمون. قطعاً ما با مثال میتونیم خیلی بهتر CSS رو یاد بگیریم. پس خیلی سریع بریم سر وقت نرم افزاری که باید باهاش کار بکنیم. من توی ویدیوهای HTML با نرم افزار اتم کار کردم، ولی الان برای اینکه شما با VS Code هم آشنا بشید و با ساختار اون هم آشنا بشید، با این نرم افزار میخوام کار بکنم. نصب این نرم افزار هم خیلی ساده است و فقط کافیه که شما برید توی وبسایت visualstudio.com و Visual Studio Code رو انتخاب بکنید و میتونید روی ویندوز، مک یا لینوکس بسته به سیستم عامل سیستمی که دارین باهاش کار میکنید اون رو نصب بکنید. من دیگه الان نصبش رو انجام نمیدم چون هم روی سیستمم نصبه،
هم یک بار توی ویدیوی پروژه HTML 0 تا 100 نصبش رو با هم دیگه انجام دادیم. اگه مشکلی توی نصبش داشتید میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید و نصبش رو چک بکنید. خب بریم سر وقت آموزش CSS. من اول میام و ویژوال استودیو کد رو باز میکنم و اینجا به هم میگه که میتونی یه فایل جدید بسازی یا یه فولدر جدید. من یه فولدر جدید اول درست میکنم. میخوام که توی درایو اچ هم یه فولدر درست بکنم و اسمش رو میذارم CSS Project. خب این فولدر من اینجا ساخته شد و میبینید که اینجا هم داره نمایش داده میشه. میتونم توش یه فایل جدید اد بکنم و اولین فایلی که من باید اد بکنم یه فایل HTML که اسمش رو اینجا میذارم index.html. وقتی که پسوند رو اینجا مینویسم میبینید که آیکون فایلمون تغییر میکنه و آیکون HTML نمایش داده میشه توش. نماد تگای HTML. و یه اینتر میزنم، فایل جدیدمون ساخته شد. اگه یادتون باشه قبل از هر چیزی ما فرمت کلی یه فایل HTML رو مینوشتیم که با داک تایپ شروع میشد. یه تگ HTML داشتیم. و داخل تگ HTMLمون یه بخش هد داشتیم. و یک بخش بادی. بخش بادی رو هم ما می اومدیم مثلا اینجا به یه بخش هدر و مین تقسیم بندی می کردیم. من مین رو هم بنویسم. خب این ساختار کلی فایل HTML. تو بخش هد هم مثلا میتونیم از تایتل استفاده بکنیم. من تایتلش رو میذارم ویژن آکادمی. حالا دیگه تگای متا و تگای از این دست رو فعلا استفاده نمی کنیم چون ما فقط میخوایم یه سمپل HTML داشته باشیم و میخوایم CSS رو یاد بگیریم. من میام توی تگ مینم و دو تا پاراگراف تعریف میکنم. پاراگراف اولم رو میذارم This is the first و پاراگراف دومم رو میذارم This is the second one. یه تگ H1 هم قبل از این پاراگراف ها تعریف میکنم و میخوام تایتلم رو بذارم مثلا We are learning CSS. فعلا همین رو سیو بکنیم. من برم فایلش رو باز بکنم ببینیم که مدل نمایشمون فعلا چه شکلیه. میام توی CSS Project و ایندکسم رو باز میکنم. الان یه تگ H1 داریم و دو تا پاراگراف که دارن مثل هم نمایش داده میشن. ما قبلا توی دوره HTML یک کمی با CSS آشنا شده بودیم و می دونستیم که مثلا من با استفاده از CSS می تونم رنگ پاراگراف هام رو تغییر بدم، می تونم یه بک‌گراند بهشون بدم، می تونم سایزشون رو تغییر بدم. حالا خیلی وارد جزئیاتش نشده بودیم. بذارین الان هم بیایم و یه استایل به این پاراگراف هایی که داریم بدیم. پس من الان با استفاده از CSS می خوام بیام و رنگ پاراگراف هام رو تغییر بدم. برای نوشتن CSS میایم و توی تگ HTMLمون از استایل استفاده میکنیم. با استفاده از این استایل میتونیم خیلی کارا بکنیم. من الان فقط میخوام رنگش رو تغییر بدم. پس از کالر استفاده میکنم و هر رنگی رو که بخوام
میتونم به این پاراگرافم اختصاص بدم. میتونم رنگام رو از اینجا توی این لیست انتخاب بکنم یا میتونم رنگ دلخواه خودم رو کد رنگش رو بردارم و اینجا پیست بکنم که حالا اون رو هم بهتون میگم. فعلا من میخوام از رنگایی که اینجا هستن استفاده کنم. میخوام رنگ قهوه‌ای رو بدم به این پاراگرافم و همین رو سیو میکنم و رفرش میکنم. میبینین که رنگ پاراگراف من تغییر کرد. این سبک استفاده از CSS رو ما بهش میگیم اینلاین استایل. یعنی داخل خود تک های HTMLمون ما میایم و از استایل استفاده میکنیم. اما به دو سبک دیگه هم ما میتونیم از استایل استفاده بکنیم که امروز قراره که اون دوتا سبک رو هم با همدیگه یاد بگیریم. توی حالت اینلاین استایل یا استایل خطی، من اگه بخوام همین استایل رو به پاراگراف بعدیم هم بدم، باید بیام و دقیقا همین استایل رو اینجا بنویسم یا حالا کپی بکنم. من الان استایلش رو مینویسم و باز دوباره همون رنگ رو انتخاب میکنم. الان اگه سیو بکنیم و رفرش بکنیم، میدونیم که هر دوتا پاراگرافمون رنگشون تغییر میکنه. حالا چه اتفاقی میفته اگه که من نخوام توی تک تک پاراگرافام بیام و این استایل رو کپی بکنم؟ بخوام روی همه پاراگرافام مثلا اعمال بشه یه همچین استایل. مثلا میتونستم بیام توی تگ مین و به جای اینکه استایل هامو اینجا تعریف بکنم، من این استایل های قبلی رو پاک میکنم. به جای اینکه استایل رو اینجا تعریف کنم، توی تگ مین تعریفش بکنم. کالر و برا. حالا اگه سیو بکنیم و رفرش بکنیم چه اتفاقی میفته؟ خب الان تمام چیزایی که توی تگ مین ما بود رنگشون عوض شد. ولی من نمیخوام که تگ اچوانم هم رنگش عوض بشه. میخوام رنگ تگ اچوانم رو حفظ بکنم. و اگه بخوام رنگ تگ H1مو به حالت اولیه برگردونم یا یه رنگ دیگه بهش بدم، دوباره باید بیام یه استایل داخلی به تگ H1م بدم و رنگش رو مثلا سبز انتخاب بکنم. اما این کار قشنگی نیست، یه ذره کار سختیه. و نکته بعدی هم که باید در نظر بگیریم اینه که من توی واقعیت انقدر کد ندارم که مثلا کدای من 10 خط 20 خط نیست. کدام خیلی زیادتره و چیزی نیست که من راحت بتونم مثلا چشمی توش سرچ بکنم یا انقدر کدای مشابه هستش که من اگه بخوام توی تک تکشون استایل رو پیست بکنم و تکرار بکنم خیلی کارم سخت میشه و امکان خطا توش خیلی زیاده. و اگه بخوام چیزی رو تغییر هم بدم کلا خیلی ازم زمان میبره و تو دردسر میام. برای اینکه هیچ کدوم از این اتفاقا نیفته، ما باید از تکنیک اینترنال لینک استفاده بکنیم. حالا اینترنال لینک چیه؟ من استایلای قبلیم رو پاک میکنم اول. هم استایل مینم رو هم H1 رو. برای نوشتن اینترنال لینک ما میایم توی تگ هدم. و توی تگ هد ما از یه تگ استایل استفاده میکنیم. حالا هر استایلی که میخوایم توی هر کدوم از اجزای صفحمون داشته باشیم رو باید توی این تگ استایل بنویسیم. چجوری این کار میکنیم؟ ما اولین چیزی که خواستیم تغییر بدیم رنگ پاراگرافا بود. بذاریم اونورم صفحمون رو رفرش بکنیم که برگردیم به همون استایل اولیه. خب من میخوام اینجا رنگ تگ پاراگرافم رو تغییر بدم و رنگ تمام تگ‌های پاراگرافم رو تغییر بدم توی صفحه. باید چیکار بکنم؟ اسم تگی که میخوام تغییر توش ایجاد بکنم رو مینویسم. من میخوام توی تگ P تغییر ایجاد بکنم. پس P رو مینویسم و از آکولاد استفاده میکنم. اینجا چی باید بنویسیم؟ اینجا باید اون CSSی رو که میخواستیم اعمال بکنیم بنویسیم. مثلا من میخوام رنگ رو تغییر بدم
رنگم رو عوض میکنم و آبیش میکنم و از سمیکالن هم که استفاده. حالا اگه من سیف کنم و رفرش کنم، انتظاری که دارم اینه که تمام پاراگرافایی که من توی صفحه دارم رنگشون آبی بشه که این اتفاق هم میافته. باز دوباره اینجا میتونم روی تگهای دیگه هم بیام تغییر اعمال کنم. مثلا من میخوام تگ H1م رنگش عوض بشه. پس H1 رو مینویسم، دوباره از آکولاد استفاده میکنم و میگم کالرم میخوام سبز باشه. پس H1 من وقتی رفرش بکنم اینجا تغییر میکنه رنگش به رنگ سبز. اسم تگ رو مثلا اینجا تگ P ما بهش میگیم سلکتور یا انتخابگر. از طریق این سلکتور ما به همه تگ‌های پی که توی این بخش هست، توی این فایل HTML هست، دسترسی پیدا می‌کنیم و روی همه‌شون می‌تونیم استایلی که می‌خوایم رو اعمال بکنیم. و به هر تگ دیگه‌ای هم که بخوایم استایل بدیم، فقط کافیه که از این روش پیروی بکنیم. هر استایل رو هم که بخوایم می‌تونیم اینجا اعمال بکنیم. مثلا من یه استایل دیگه روی فونت سایز بهش میدم. میخوام پاراگرافم رو مثلا تغییر بدم و بزرگتر بکنم سایزش رو. توی همون تگ پاراگراف مینویسم این رو و رفرش میکنم، میبینین که سایز پاراگرافمون تغییر کرد. یا مثلا بیام و یه بکگراند کالر واسه یه تگای پاراگرافم تعریف بکنم. توی همون سلکتور پاراگراف میام و بکگراند کالر رو مثلا این رنگ تعریف میکنم و رفرش میکنم و تمام پاراگراف هایی که توی صفحه من هستن این بکگراند کالر بهشون اختصاص داده میشه. پس هر تغییر توی پاراگراف بخوایم انجام بدیم از سلکتور P استفاده میکنیم و داخل سلکتور P میایم استایل هایی که میخوایم داشته باشیم رو مینویسیم. برای H1 هم دقیقا همینطوره و برای هر تگ دیگه که توی فایل HTMLمون داریم. حالا توی ادامه دوره مثالهای خیلی زیادی از این نوع استایل دهی میبینیم و خیلی باهاش کار میکنیم و براتون روتین میشه. خوبی این مدل اینترنال لینک اینه که شما دسترسی به کدهای CSSتون راحت تره و CSS کاملا از HTML جدا میشه. شما میتونید روشون تسلط بیشتری داشته باشید اگه بخواید تغییری اعمال بکنید راحت تری و اگه بخواید خطایابی بکنید راحت تری و کلن تسلطتون رو روی CSSتون بیشتر میکنید. مدل دیگه ای که ما میتونیم از CSS استفاده بکنیم مدل اکسترنال لینک یا لینک خارجی. پروژه HTMLمون رو یادتون میاد که با هم دیگه انجام دادیم؟ بذاریم من وبسایت توی بار دیگه اینجا نشونتون بدم. ما توی این وبسایت یه سری صفحه داشتیم که توی تمام این صفحاتمون مثل صفحه هوم، صفحه بلاگ، ویدیو و تمام صفحاتی که توی منو داشتیم این بخش منو یکسان بود. من اگه همه صفحاتو اینجا بهتون نشون بدم میبینید که منو یکسان. پس ما واسه منو توی تمام صفحاتمون از یک کد CSS استفاده کرده بودیم. ولی اون موقع اومدیم چیکار کردیم؟ اگه کد CSS رو یادتون باشه، اومدیم و این تیکه استایل رو تو دونه به دونه تگ ها نوشتیم و برای هر صفحه هم دوباره کپیش کردیم. برای اینکه نذاریم این اتفاق بیفته و فقط یه بار کد CSS رو بنویسیم و همه جا ازش بتونیم استفاده بکنیم، ما از اکسترنال لینک استفاده میکنیم. برای این کار لازمه که بیایم و یه فایل CSS توی پروژمون بسازیم. من میام اینجا توی همون فولدری که داشتیم یه نیو فایل درست میکنم و اسم نیو فایلم رو مثلا میذارم استایل .css. پسوند فایل های CSS رو ما همون CSS تعیین می‌کنیم و اینتر می‌زنیم. الان اینجا یه فایل CSS دارم که میتونم بیام
و تمام استایلی که اینجا نوشته بودیم رو برای تگ P و تگ H1 توش کپی بکنم. قاعدتا صفحه من اگر که من استایل رو از صفحه اصلیم پاک بکنم، وقتی که سیو میکنم و رفرش میکنم دیگه نباید هیچ استایلی داشته باشه. الان برمیگردیم به همون مدل پیش ورزم. حالا چجوری باید صفحه استایلم رو وصل بکنم به فایل HTML؟ برای این کار من باید بیام توی فایل HTML و توی تگ هد از تگ لینک استفاده بکنم. من تگ لینک رو می نویسم، یه تایپ براش مشخص می کنم که تایپم text/css، یه رل براش مشخص می کنم که استایل شیته و در نهایت باید بهش یه آدرس بدم که از href استفاده می کنم. و مثل HTML اگر فایل CSS و فایل HTMLمون توی یه فولدر بودن، ما فقط اسم فایل رو بنویسیم کافیه. من اینجا فقط می نویسم style.css و تگ لینکم رو می بندم. با این کار ما اومدیم صفحه style.css‌مون رو وصل کردیم به صفحه HTMLمون و لینکش کردیم به صفحه HTML. حالا هر استایلی که من اینجا داشته باشم باید روی صفحه HTMLم اعمال بشه. اگر که من همین رو سیو بکنم و رفرش بکنم، خب چرا استایلمون اعمال نشد؟ بذارین یه چک بکنیم. فایل CSS رو ما سیو نکرده بودیم. من اینجا یه کنترل S میگیرم و حالا دوباره صفحه‌ام رو رفرش میکنم. میبینین که اون استایلی که میخواستیم اینجا اعمال شده. پس ما تونستیم یک فایل CSS رو به یک فایل HTML لینک بکنیم. حالا اگر که من چند تا صفحه داشته باشم که بخوام توی همه صفحه ها این استایل رعایت بشه، توی قسمت هد هر صفحه میتونم این تگ لینک رو کپی بکنم. اگر که بخوایم مثالش رو هم ببینیم، مثلا من میتونم بیام اینجا و یه صفحه HTML جدید درست بکنم، اسمش رو بذارم page2.html و داخل صفحه دوم من میام کل کدای HTML صفحه اولم رو پیست میکنم. اگر که بخوایم یه تغییر هم بدیم، میام اینجا یه دونه تگ h2 اضافه میکنم و داخل تگ h2 مثلا می نویسم It's a sample. یه دونه پاراگراف دیگه هم میام بهش اضافه میکنم و اینجا هم مثلا می نویسم This is a sample paragraph. تگ لینکمون اینجا هم قرار داره. ما کپی پیست کردیم، تگ لینکمون رو هم کپی کردیم. حالا باید چه اتفاقی بیفته؟ باید استایل CSSی که ما داشتیم روی پیج دوممون هم اعمال بشه. استایل CSSمون شامل چه چیزایی بود؟ توی تگ پاراگراف رنگ متنهامون آبی بود، فونت سایزمون و بک‌گراند کالرمون هم رنگش رو تغییر داده بود. و تگ H1مون هم رنگ متنهاش سبز. حالا بریم صفحه دوم رو باز کنیم ببینیم که آیا این اتفاق افتاده یا نه. من میام اینجا روی پیج دوم کلیک میکنم و اینجا میبینیم که H1مون رنگ سبز داره، H2مون هیچ تغییری نکرده به خاطر اینکه ما استایلی بهش نداده بودیم و هر سه تا پاراگرافی که تعریف کردیم استایلی که به تگ پاراگراف داده بودیم روش اعمال شده و خود صفحه اولمون هم که همینجور. پس ما یه فایل CSS درست کردیم، استایل هامون رو توش گذاشتیم و اون رو به هر تعداد فایل HTMLی که بخوایم میتونیم لینک بکنیم. یه جمع‌بندی کلی با هم از این جلسه داشته باشیم. تو این جلسه یاد گرفتیم که سه مدل استایل دهی به فایل های HTML داریم. یعنی به سه روش میتونیم از
CSS استفاده بکنیم. روش اول که روش اینلاین استایل یا استایل خطی بود، برای زمانی بود که ما بیایم مستقیما از استایل توی تگ HTML مون استفاده بکنیم و هر پروپرتی رو که میخوایم توش تغییر بدیم، مثلا رنگ رو، حالا یا بک‌گراند کالر رو، یا هر چیزی که خواستیم. روش دوم روش اینترنال لینک بود که ما میومدیم توی تگ هدمون و از تگ استایل استفاده میکردیم. توی تگ استایل از سلکتورها استفاده میکردیم که اسم تگ بود آکولاد و هر پروپرتی رو که میخواستیم اینجا مشخص میکردیم. حالا رنگ رو مثال میزنیم و با این روش میتونستیم بیایم و به تگی که میخوایم استایل بدیم. و روش سوم روش اکسترنال لینک بود، یعنی ما میومدیم یک فایل CSS جداگانه درست میکردیم که پسوند فایل های CSS مون همون CSS بود. این فایل CSS رو هر استایلی که میخواستیم توش مینوشتیم، از طریق سلکتورها باز این کار رو میکردیم و به فایل HTML میومدیم فایل CSS مون رو اضافه میکردیم. از طریق تگ لینک این کار رو میکردیم که با این مشخصات نوشته میشد و توی href آدرس فایل CSS مون رو مینوشتیم. این کلیت روش های استایلدهی به تگ های HTML مون بود. توی جلسات بعدی دوره CSS هم با هم بیشتر در مورد این سه روش صحبت میکنیم و هم کاملا جزئی میایم بررسی میکنیم که چه پراپرتی هایی توی CSS وجود داره و چجوری با استفاده از CSS میتونیم سایتمون رو قشنگتر بکنیم. اگه این ویدیو براتون مفید بود و نمیخواین که ویدیوهای بعدی CSS رو از دست بدید، لطفاً توی کانال ما سابسکرایب بکنید، این ویدیو رو لایک کنید و نظرات و سوالهاتون رو توی بخش کامنت با همون در میون بذارید. برای حمایت از گروه ما هم میتونید از لینک دونیشنی که توی قسمت توضیحات قرار دادم استفاده بکنید. ممنون که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین و امیدوارم که امروز هم یک گام به هدفی که داشتید نزدیک‌تر شده باشید.